درود دوستان و همراهان عزیز، امید که هر جا هستید خوش و خرم باشید و مشتاق برای یادگیری درس جدیدی از سلسله درس‌های وزین انگلیسی مثل آب خوردن. این کلیپ آموزشی قصد داره تفاوت سه فعل look, see و watch رو به زبانی ساده و با مثال‌های جالب و ملموس براتون روشن کنه. توجه کنید دوستان، تمرین و تکرار، نوشتن مثال‌ها در قسمت کامنت و خوندن اونها با صدای رسا مواردی است که بسیار به شما کمک خواهد کرد تا از تایمی که می‌گذارید و این کلیپ رو می‌بینید نهایت بهره‌وری رو داشته باشید و به این روش مطالب در ذهن شما هم ماندگار میشن. قصد و هدف ما هم همینه و فیدبک‌های مثبت شما انگیزه بسیار قوی برای ماست که راه رو مصمم‌تر و با توان مضاعف پیش ببریم. دیگر اینکه کانال خودتون انگلیسی مثل آب خوردن رو سابسکرایب یا فالو کنید تا به این واسطه در جریان تازه ترین درس های آموزشی قرار بگیرید و از اولین نفراتی باشید که به کلیپ های آموزشی دسترسی پیدا می کنن و می تونید از اونها بهره کافی رو انشالله ببرید. بریم سراغ سه فعل ظاهرن هم معنی اما متفاوته: look, see و watch. خب مستحضرید که سه فعل look, see و watch در انگلیسی هم معنی به نظر میرسن، اما واقعیت اینه که تفاوتشون بسیار معنیدار و مهمه و کاربردشون خیلی با هم فرق داره. اگر جایگاه درست به کارگیری اونها رو ندونیم ممکنه به اشتباه از اونها استفاده کنیم. دقت کنید در اینجا دفینیشن یا تعریف هر کدوم از فعل‌ها اومده و مثال‌هایی براشون ذکر شده که کاملاً موضوع رو شفاف می‌کنن. فعل look به معنی نگاه کردن. دفینیشن این فعل عبارت است از to look at something for a reason with an intention. نظر افکندن به چیزی به دلیلی خاص و با منظور و قصد خاصی. به مثال ها دقت کنید. Look at that strange man. Look at that strange man. به اون مرد غریبه نگاه کن. Look at that strange man. Look at that strange man. Look at the pictures I took on holiday. Look at the pictures I took on holiday. به اون عکس که من در تعطیلات گرفتم نگاه کن. Look at the pictures I took on holiday. Look at the pictures I took on holiday. He looked angrily at me. He looked angrily at me. او با خشم به من نگاه کرد. He looked angrily at me. He looked angrily at me. Did you look under the table? Did you look under the table? زیر میز رو نگاه کردی؟ Did you look under the table? Did you look under the table? دوستان مثال ها رو لطفاً در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید. این امر بسیار حائز اهمیته در اینکه یاد بگیرید هرچه بیشتر و بیشتر و این یادگیری در ذهن شما تعمیق بشه و ماندگار باشه. و اما در مورد فعل سی، این فعل به معنی دیدنه و دفینیشن اون عبارت است از to see something that comes into our sight that we weren't looking for. دیدن اتفاقی و گذر چیزی از جلوی چشم که به آن توجه زیادی نداریم. به مثال ها دقت کنید لطفا.
did you see that bird? I wasn't looking for it. It just appeared. Did you see that bird? I wasn't looking for it. It just appeared. اون پرنده رو دیدی؟ نگاش نمی کردم. یه دفعه ظاهر شد. Did you see that bird? I wasn't looking for it. It just appeared. Did you see that bird? I wasn't looking for it. It just appeared. I saw you driving to work today. I saw you driving to work today. امروز تو رو در حال رانندگی به محل کار دیدم. منظورش اینه که قصد و برنامه‌ای برای دیدن تو وجود نداشته. به طور اتفاقی شما رو دیدم. I saw you driving to work today. I saw you driving to work today. See what flowers I have brought you. See what flowers I have brought you. ببین چه گلایی برات آوردم. See what flowers I have brought you. See what flowers I have brought you. We see a sharp drop in stock prices. We see a sharp drop in stock prices. شاهد سقوط شدید بهای سهام هستیم. We see a sharp drop in stock prices. We see a sharp drop in stock prices. به خاطر داشته باشید که مثال‌ها رو حتما در قسمت کامنت بنویسید، اونها رو بخونید و صدای خودتون رو ضبط کنید و اون رو با تلفظ این بخش تطبیق بدید و اگر ایرادی بود حتما رفع کنید. فعل بعدی دوستان فعل watch به معنی تماشا کردنه. دفنیشن این فعل عبارت است از to look at something carefully, usually at something which is moving. با دقت نگاه کردن و نظاره کردن به چیزی که معمولاً در حال حرکته. دوستان عبارتی تحت عنوان watch dog داریم به معنی سگ پاسبان و این عبارت دقتی که در فعل watch مستتره رو میرسونه، چون کاملا careful بودن و دقیق بودن در این فعل نمود داره و شاید تفاوت عمدش با دوتا فعل قبلی که بررسی کردیم. The TV doesn't move, but you watch the moving images carefully. The TV doesn't move, but you watch the moving images carefully. تلویزیون حرکت نمی‌کنه، اما تو تصاویر متحرک رو با دقت تماشا می‌کنی. The TV doesn't move, but you watch the moving images carefully. The TV doesn't move, but you watch the moving images carefully. Watch here you are going. You almost stepped on my foot. Watch here you are going. You almost stepped on my foot. اینجا رو تماشا کن. منظور اینه که بپا و دقت کن که چیکار کردی؟ از روی پای من رد شدی. Watch here you are going. You almost stepped on my foot. Watch here you are going. You almost stepped on my foot.
We went to watch the football game. We went to watch the football game. ما به تماشای مسابقه فوتبال رفتیم. We went to watch the football game. We went to watch the football game. باز هم میگیم دوستان، تمرین و تکرار، نوشتن جملات در قسمت کامنت، روخانی کردن و همه این موارد از ضروریات یادگیری شماست و لطفاً از اونها به هیچ وجه غافل نشید. خب دوستان، اگر خوب توجه کرده باشید خیلی روشنه که این سه فعل معنی و کاربردهای مختلفی دارن و از این پس در مورد استفاده از اونها حساس‌تر و دقیق‌تر خواهیم شد. و اما فعل دیگری هم هست که در اینجا به اون می‌پردازیم و اون فعل glance. دفینیشن این فعل عبارت است از to give a quick short look. نظر اجمالی و نگاه مختصر به معنی یک نظر انداختن هم میشه. At one glance به معنی در یک چشم هم زدن. At one glance I guessed his intention at a glance. در یک نظر منظور او رو حد زدم. I guessed his intention at a glance. He glanced at the letter and put it in his pocket. He glanced at the letter and put it in his pocket. او به نامه نگاهی انداخت و اونو در جیبش گذاشت. He glanced at the letter and put it in his pocket. He glanced at the letter and put it in his pocket. اوکی دوستان، ما که واقعا حظ بردیم از درس امروز. امیدوارم در مورد شما هم همینطور باشه. باز هم میگیم رمز موفقیت شما در تمرین و تکرار نهفته است. مثال ها رو لطفاً بنویسید، با صدای رسا تکرار کنید و با توجه به تلفظ صورت گرفته در این کلیپ بخونید. رسالت ما هم موفقیت شماست و این مهم در مجموعه انگلیسی مثل آب خوردن دغدغه ماست. سپاس بیکران از همراهی شما دوستان. لطفاً کانال رو دنبال کنید، ویدیوها رو به اشتراک بگذارید و کانال رو به دیگران هم معرفی کنید. نگاه پرمهر خداوند همراه همیشگی شما.